یه اشاره کردیم به این که یارانه حالا پنهان به طور خاص مثلا بنزین رو مثال زدید، خب این ناعادلانه داره الان توضیح میشه. بله دیگه عرض کردم. در واقع برای عادلانه کردن این گونه یارانه ها که از جمله برق و گاز هم هست، آیا برنامه خاصی دارید؟ بله ببینید، مسئله بنزین مسئله مهمیه. اصلا مسئله سوخت مسئله قابل توجهی هستش که یه عده‌ای عرض کردم دارن استفاده میکنن. خب اگه بگیم مثلا 24 تومن هر لیتری باشه، اگه بگیم 20 تومن باشه، حالا قیمت ها مختلفه. بله. خب چطور یه عده‌ای دیان بالاترین مصرف رو دارن و یه عده‌ای اصلا مصرف نمی‌کنن؟ بالاخره بنزین و اون چه در ارتباط با این امکانات باشه، اینو ما متعلق به همه کشوره، مربوط به همه مردمه. باید ترتیبی داد که یه سازوکاری باشه. سازوکار در این قضیه دو سه سازوکار مطرح شده. یه سازوکار دوستان ما تو دانشگاه شریف قبلا مطرح کردن کشور، یک سازوکار رو مجلس وقتی پیشنهاد کرد، سازوکارهای مختلفی در دولت مطرح شده. ولی اون چه مسلمه باید این قضیه تصمیم گرفت. ببینید در این نظام باید تصمیم گرفت. یک طرحی هست که ما بیایم بگیم هر فردی این میزان بنزین مثلا حق داره، اگه کسی از حق خودش استفاده کرد فبا، اگه استفاده نکرد بذاره مثلا در اختیار دیگران از پولش استفاده کنه، که اون کسی که ماشین نداره بتونه از اون استفاده کنه پولش رو بگیره. دو سه تا طرحه، ولی یک طرحش هم اینه که بشه کسی که الان ماشین نداره، که مثل خیلی از روستاییان مونه، خب اینا از این موهبت الهی کشور سهمی دارن. سه چهار طرح بحث‌های زیاد کارشناسی درش شده، اما من معتقدم باید در کشور تصمیم گرفت بحث یارانه به صورت عادلانه توزیعش در کشور باید حتما تصمیم گرفت.